به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود فراوان به یکایک نازنینای تایم تی وی. من سیمین تهرانی هستم و امروز در خدمت یک خانم بسیار زیبا، اینساید آتساید نمیدونم، پروداکت های زیبا هستش که دارن و میخوایم از شما اجازه بخوایم که بریم سلام خدمت این خانم عزیز، خانم پونه عزیزمون بکنیم. مرسی. خوبی پونه جان؟ سلام، خیلی خوش آمدی. ممنونم. این پونه عزیز ما از 2 ساعت راه میاد، به جای که پونه خسته باشه من خستم. همیشه هم چک میکنن، میخوان مطمئن بشن که سالم میرسم و دیگه برگشتنم همینجور. خیلی خوشحالم دوباره پنر دست شما میشینم. مرسی. و دوباره با پروداکت های نو، بیوتی تپ های نو، ماشالله ماشالله به انرژی. هر دفعه هفته یه دونه پروداکت میاری؟ نه، کاش هفته یه بار بود، ولی خب الان یه چند مدتیه که رو برنامه شما میام و خیلی خیلی چقدر مردم شما رو دوست دارن سیمین جان. من نمیخوام حالا این برنامه رو چیز جدا، شما رو خیلی دوست دارن و خوشحالم که بتونم این پروداکت ها رو معرفی بکنم به ویورای تایم تی وی که بیش از امسال دیگه میشه 11 ساله ماها این کمپانی رو داریم و خیلی خوشحالیم که بتونیم به همه این لاین رو معرفی بکنیم. بسیار عالی. خب امروز سیمین جون، امروز چیزای فان دارم برای شما. بله بله، فقط یادت بشه اول رو دست خودت فقط چیز نکنه با دست دفعه پیش. حتما رو دست شما دوست عزیزه، یه چیزای خوب رو برمیداشه میما رو دست خودش. ما هی نشستیم نگاه کردیم، گفتیم مؤدب باشیم چیزی نگیم، میدونیم نه اصلا اینجا خواهد، گفتیم پونه جان دیگه به ما رو دست ما بسته. نه دیگه فهمیدم آخرین بار یه خود زدم دیدم سیمین جون من همینجوری که دارم حرف میزنم یه خود از رو دستم برداشتن. کار من درست نبود، کار شما درسته. این برنامه هم حتما رو دست شما میذارم. مرسی. من میخواستم این برنامه رو شروع بکنم با، به قول آمریکایی، یه چیزی هنزان میخوام نشون بدم. و ماسک که ما هممون میدونیم چقدر ماسک های مختلف برای صورتمون خوبه. البته رو تلویزیون آدم همیشه ماسک های مختلف در موردش میشنوه که آدم تو خود خونش میتونیم پیدا بکنیم و میکس بکنیم و درست کنیم، ولی این همیشه خوب نیست برای پوستتون. یه چیزیه که همه فکر میکنن چون یه چیزی گیاهی هستش حتما خوبه برای پوست، ولی اگه شما پرادکت های درست رو به هم دیگه مخلوط نکنین، شما میتونین یا حساسیت نشون بدین یا ایریتیشن نشون بدین، پف کردن صورت، همین چیز اتفاقای بعد میتونه با پرادکت های نچرال هم بیافته. ببخشید، میخوام امروز در مورد یه دونه از ماسک هامو صحبت بکنم. شما دارین نگاه میکنیم مثلا این کجای این ماسکه، اینا رو مثل به خدا پونه میدونی من چی فکر کردم؟ فکر کردم از این شکلات های مینت. خوب شد باز نکردم بسرم تو که هم البته میتونم امتحان بکنم اونو. نه اینا رو اندازه کوچولو شکلات درست کردم. آره جدا، یه اسم داره روش مثل سکیتال. آره اینا رو کوچولو درست کردیم به خاطر اینکه شما بتونین اینا رو هر جایی میرین تو کیفتون جا بدین، خونه جا بدین، جای کجایی اینا شما بندازین توی یه بول آب، فقط آب ساده، فرق نمیکنه آب سرد، آب گرم، چی اصلا فرق نمیکنه. خب باریکم. من البته آب ولرم رو رکامند میکنم و این خودش همینجوری واز میشه. اگه نگاه کنین این کپسول قشنگ همینجوری واز میشه و اینو حالا میذاریم یه چند دقیقه بمونه، حرفای دیگه مونو میذاریم برمیگردیم به این ماسک. اوکی تا واز بشه. دفعه برنامه آخری که داشتیم به هم دیگه من یه توضیح کوچیکی در مورد سیروم خاویار دادم و کرم خاویار شب و خیلی ها زنگ زدن، ایمیل زدن که طرز مصرف این پرادکت دارم به ما بگین. سیروم خاویاری که دفعه پیش هم در موردش صحبت کردم این برای کل صورته. دوباره تنها شرکتی هستیم که 97% خاویار استفاده میکنیم تو سیراممون. باطل 2 برابر اندازه معمولیه، شما همه جای دیگه 1 اونس پیدا میکنین، تو این تو پرادکت ما 2 اونسه. اوکی، و دقیقاً کاری که انجام میده حالت کشیدن و صفر کردن میده به پوست، اونجای صورتتون که حالت افتادگی پیدا کرده. خیلی خانم ها، اتفاقاً امروز صبح با یه خانم صحبت میکردم، گفتش که دور لبشون حالت افتادگی پیدا کرده، چین و چروک داره. اگه این برای دور لبم کار میکنه،
کاری که شما میتونین بکنین بعد وقتی که شما اینو اپلای میکنین به صورتتون، به حالت ماساژ اپلای بکنین و این دقیقاً شروع میکنه کار کردن، کالاژن رو برمیگردونه به پوست، به اون جایی که پوستتون افتادگی پیدا کرده و حالت لیفتینگ انجام میده، سفتش میکنه حالت کشیدن و سفت کردن. پرادکت های دیگه، یعنی لاین های دیگه، شاید سیروم خاویار داشته باشن و دلیلی که شما شاید اون جوابی که خواستین نگرفتین به خاطر اینکه درصد پایین‌تر خاویار استفاده میکنن. از نظر پرسنتج خب هرچی درصدش بالاتر باشه شما اثرشو بهتر میبینین، زودتر میبینین رو پوستتون. بله دقیقا این اون کار رو انجام میده. و کرم خاویار روز و شبمون، مار شب برای کسایی که پوست خشک دارن، کرم خاویار روز برای کسایی که پوستشون چرب تا کامبینیشن هستش. میدونم به شما یادم نیست کرم خاویار شب دادم یا روز. والا اگه راستش بخوای من فقط فعلا دارم اینو استفاده میکنم. تازه هم گرفتیم. بله دوستای عزیز، من هیچ وقت از این پروداکت ها استفاده نکرده بودم تا زمانی که پونه جان تشریف آوردن اینجا و لطف کردم به من دادم. و اینو که استفاده میکنم خودم احساس میکنم، چون این دور لبم، لب نه این طرف ها، حالا هرچی اسمش هست، خیلی شل داره میشه و چروک افتاده دیگه. درست. شناسنامه شما نشده میره بالا. ولی وقتی اینو میزنم، الان 2 هفته زدم این 2 هفته زدم، احساس میکنم که کمتر شده. درست. یعنی احساس بهتر شدن رو توش دارم میبینم. البته دوستای عزیز، پونه جان این برنامه‌ای که داره 11 ساله که این پروداکت رو داره میده، تازه جدید نیست، از کسی کپی نکرده و خودش واقعا صبح تا شب روی مسائل با کمیست و دکترها و اینا در تماس، من اطلاع خیلی نزدیک از این مسئله دارم و اینه که این پروداکتاشون خوب کار میکنه. منم دارم به شما میگم، من 2 هفته استفاده کردم، من احساس رو دیدم، بهتری رو دیدم. ولی اینکه اگه شما فکر میکنین اینو الان بگیرین 2 روز بعد زنگ بزنیم به پونه بگین که پونه نشد، نه دیگه، باید تایم بهش بدین دیگه. پوستی که 50-60 ساله دیگه خراب شده که یه شبه درست نمیشه دیگه. میتونی فقط شما از پیشرفت سریعش جلوگیری بکنی و یه ذره بهترش بکنی و خوب نگشتنی. درسته؟ البته من کار شما رو اصلا بلد نیستم. دقیقاً همینجوری هم هست، چون خیلی ها فکر میکنن اگه چین چروق عمیق‌تر داشته باشن رو صورتشون، فکر میکنن این یهویی از بین میره، ولی اینجوری نیست. شما اول از همه دارین جلوگیری میکنین که چین چروق بیشتری نیافته رو صورت پیشگیری. درسته. و یه چیزی دیگه اینه که شما دارین وقتی که اینو استفاده میکنی، اون چین و چروک های کوچیکی که روی صورتتون هست یا خطایی که افتاده روی صورت، اینا رو میتونین کمتر بکنین. همین این خودش خب خیلی داره انجام میده که شما بدون استفاده یا شاید با کرمای دیگه که توش مقدار درصد خاویار بالا نداشته باشه این کارو نتونه انجام بده. البته من بر علیه، با اونی که خودم پرستار هستم، بر علیه جراحی پلاستیک نیستم، ولی من حاضر نیستم برم زیر چاقو و اینا رو بکشم و بعد وقتی که شما دیدین که دوستایی که جراحی کردن همشون نه، ولی میبینین که یه خطی کاملا اصلا دیگه باید این موهاشون همیشه اینجوری باشه، مثل من امرو نگذردم پشت گوشم، نمیتونن این کار رو بکنن، باید بپوشوننش. درسته. و بعدش هم دوباره همون برنامه ها اجرا میشه. پس چیزایی که پونه جان برای شما توی اینجا هست دارن بهبود میکنه و از پیشرفت سریعش و بدتر شدنش جلوگیری میکنه، که از همه مهمتر اون مسئله جلوگیریه. درسته. و شما ببینید، من یه سنتی اضافه کردم که سنت، وقتی که ما میگیم اضافه میکنیم، بوی گل میده. بخواستم ببینم شما میدونین این گل یاس؟ یه بوی گله. روزواتر. اوه خب بالاخره پس من یه ذره درست گفتم. درسته. چون میدونم ایرونی ها خیلی دوست دارن این بوی روزواتر و آمریکایی ها خیلی جالبه براشون، به خاطر اینکه این میدونی بوی روز یه خود فرق میکنه با روزواتر، براشون خیلی جالبه این بو. و اینا میذارم این جلوی که شما بتونین ببینین.
و این کرمه خاویار شبمون هستش و یه خود شما بزنین به دستتون. به دستم بزنم. بله من دیگه این دفعه ور نداشتم دل بازی کردم به پونه ها. و همین این کرم شبش هست، روزش هست و دوباره گارانتی میکنیم ماها، 100% گارانتی میکنیم که شما اون حالت مرطوبی برگرده به پوستتون. آیا اگه پوست خشکی دارین کرم خاویار شب استفاده کنین، اگه چرب و کامبینیشن کرم خاویار روز استفاده بکنین. و اینا رو هم تازه به حالت پکیج هم گذاشتیم رو وبسایتمون. شما روی وبسایت برین زیر تب پکیج، چون تو این 11 سال بیشتر کلاینت هامون یه دونه پرادکت استفاده نمی کنن، دارن لاین رو استفاده میکنن و شما میتونی اون پرادکت هایی که شما خودتون دوست دارین مثل حالت پکیج بکنی. این کار رو روی وبسایتمون میتونین انجام بدین و با قیمت کمتر میتونی اون پکیج رو بگیرین. مثلا خود من چون پوستم زیاد خشک نیستش، کامبینیشنه، من کرم خاویار روز و سیروم خاویار و دور چشم استفاده میکنم. بعضی وقتا وقتی که تو آفتاب خود زیادی هستم برای تابستون، یه لکام میافته رو صورتم و برای اون من این الفا آربیوتنو استفاده میکنم. حالا همه دارم فکر میکنن شاید سیمین جان که چقدر پرادکتون بیرون هستش برای بردن لک، برای انتای ایجینگ، جلوگیری چین و چروک، ولی من پرامیس میکنم اینو به همه که شما بیشتر کمپانیا برین هیچ وقت گارانتی نمیکنه 100% or your money back. ما گارانتی میکنیم که این کرما دقیقا انجام بده کاری که داریم میگیم. و این الفا آربیوتن خیلی فرق میکنه از پرادکت های دیگه. سه کار انجام میده. اولین و مهمترین کار اینی که پوست مرده رو از صورت یعنی از بین میبره. چه خوب. و حالت پیلینگ انجام نمیده، چون خیلی ها میترسن که اینو بزنن بعد سه روز خونه بمونن دیگه پوستشون پوسته بشه. اصلا اینجوری نیست. مثل شما که پلو فیشلست میرین فیشل انجام میدن و حالت پیلینگ اینجوری نی. شما وقتی که اینو استفاده کردین بعد از سه روز پوست مرده رو میبینین از بین داره میره و شما اون حالت پوستگی رو نمیبینین رو صورت و این پوستتون رو شفافتر میکنه، سفیدتر میکنه. لکایی که روی صورتتون هست از طریق آفتاب معمولا با لایه اول شما میتونید از بین ببرین این لکا رو. اگه زیادی بمونه لکه پررنگ تر میشه، سخت تر میشه از بین بردنش، ولی هنوز شما میتونید این لکای پررنگ هم کم رنگ تر بکنید. من گارانتی نمیتونم بکنم اگه پررنگ باشه بتونم از بین ببرم، ولی میتونم گارانتی بکنم اگه پررنگی کم رنگ تر بشه، اگه هم کم رنگه از بین ببریم. بله این گارانتی خیلی بزرگه که معمولا سخته. بله برای اینکه واقعا پونه جان وقتی شما میگین 100% گارانتی میکنین، یعنی باید واقعا به محصولی که داریم به دوستامون میدین ایمان داشته باشین. درسته. و اعتقاد داشته باشین که این کار میکنه. چون خب ایرانی ها که ماشاءالله آدم های خوبی هستن، ولی خب یه سری هم ممکنه بگیرن و استفاده کنن بگن نه خوب نبود. پس شما وقتی که میگین که 100% گارانتی میکنیم، یعنی شما با اطمینان خاطر دارین اینا رو میگیرین. درست. که ایشون انقدر به خودش اطمینان داره و به محصولش اطمینان داره که میگه من پول شما رو برمیگردونم. و هیچ کمپانی دوست نداره که یه جنسی رو که فروخته دوباره برگرده بیاد. پس در این صورت ما به شما افتخار میکنیم، به شما که انقدر جنس خوب داریم وارد میکنین. و دفعه قبلا پرسیدم که جنس های شما تو خود امریکا ساخته میشه. درسته، تو امریکا. بله. ساخته شده تو کالیفرنیا زیر نظر FDA و توی لابراتوارای FDA. بله. تولید شده. بله. این دوتا چیز مختلف هستش. و سیمین جان من خوشبختانه تا الان خیلی کلاینت های خوبی داشتم. میدونم خیلی ها میگن که نه با ایرونیا مثلا یه خود سخت کار کردن، اصلا اینجوری نیست. من کلاینت های خیلی آنست دارم. تا الان شاید یکی یا دو نفر تو این 11 سال باشه که پرادکت ریترن کرده، اینم فقط به خاطر اینکه شاید یه حساسیتی به ماهی داشتن. نه. ولی من خودم حساسیت به ماهی دارم ولی به این ندارم، چون بعضیا حالت حساسیت خیلی زیادتری دارن مثل شلفش
بعضیا فقط به حساسیت به ماهی معمولی باشه هیچ اثر بعدی نمیذاره براشون، اونایی که خیلی خیلی حساسیت دارن به ماهی. پس باید به شما اول زنگ بزنن، شما میپرسین آیا آلرژی دارن؟ همیشه میپرسین. بله. اگر روی وبسایت دارین اوردر میدین و میدونین به ماهی حساسیت ندارین، ببینیم یه دونه یه نفر از 20 نفر که حساسیت داشته باشن به ماهی شاید این اثرشون نشون بده، ولی من دوست دارم همیشه آنست باشم و بگم که اگه شما اون 1% هم حساسیت به ماهی داشتین چک کنید، ریسکو نکنید، به من زنگ بزنید که من بتونم باهاتون صحبت بکنم. شما میتونین با شماره تلفن‌های روی صفحه تلویزیونتون تماس بگیرین برای آفیس خودمون توی کالیفرنیا و کل آمریکا و کانادا، میتونین با همه شماره تلفن 714 تماس بگیرین و برای کل اروپا هم شما میتونین تماس بگیرین، ولی اگه تو هالند و دانمارک هستین و آلمان میتونین با شماره تلفن اروپایی که روی صفحه تلویزیون هست تماس بگیرین و وبسایتمون هم که هست همیشه. بله. یه چیزی که دوستای عزیز باید شما توجه بکنین، خب خیلی از محصولاتی که میگن made in USA است یا ساخته امریکاست، تو خود امریکا ساخته نمیشه، میبرنشون تو کشورهای جهان سوم به خاطر اینکه اونجا دستمزد خیلی پایینه، به جای اینکه بخوان ساعتی 10 دلار بدن روزی 1 دلار میدن به طرف بدبخت بیچاره. و شما مطمئن باشین که محصولات هم فرق میکنه، برای اینکه چیزی که توی امریکا ساخته بشه زیر نظر دولت امریکا میگذره، چیزی که توی کشورهای دیگه ساخته بشه که امریکا روش کنترلی نداره. اینه که چیزهایی که شما از گلدن کاویار اسکین کر میگیرین عزیز من در لس آنجلس ساخته میشه با لیبرا یا دستمزدهای بالایی که داده شده، و از همه مهمتر زیر نظر بهداشت امریکا نمیذارن. دلیلی که من میخوام اینو بگم برای اینکه برای دوستامون روشن کنم، بعضیا نمیدونن عزیز من. ببینید مثلا ما یه سری داروی گیاهی رو داشتیم روش صحبت میکردیم، خب داروی گیاهی که اگه کمک میکنه و اینا، بعد وقتی که صحبت کردیم که این داروها چطوری به ایران وارد بشه، گفتن که اگر میخواین توی امریکا فروخته بشه و ایران فروخته بشه باید اینجوری برین. اگه فقط میخوای ایران بشه هر چی دلتون میخواد بنویسین. اینه که شما به این چیزا عزیز من توجه کنین، چیزی که شما بتونین این پروداکت رو توی امریکا تهیه کنین، یا اینکه این فقط فقط برای ایران و کشورهای دیگه فرستاده بشه، دولت آمریکا نظرش 1000 درجه با هم فرق میکنه. اونی که شما اینجا جرعتشو دارین میفروشینش، یعنی که زیر نظرشون بوده اوکی شده. حالا اگر که شما، من اگه خودم بخوام واقعا یه جنسی رو بخرم، زنگ میزنم به پونه خانم میگم پونه جان این پروداکت شما توی امریکا مدلش با مال ایران یکیه؟ من اول این سوال از شما اینه که آیا شما این مدلش همینه؟ فرق نمیکنه، پشتش هرچی نوشته شده همینه؟ برای اینکه یه مقداری این چیزها رو شما توجه کنین، هیچ چیز ارزونی بیفایده نیست دیگه. درسته. میدونیم به دلیلی یه اگزمپل خوبی بهتون نشون بدم. الان نگاه کنین این پشتش نوشته made in USA. بله. نوشته exclusively. اگه if you can zoom in here اینجاش نوشته این بری made in USA. شما میتونین اینو okay, perfect. You can zoom in here. It says made in USA right there. همین جوری نوشته made in USA. همه پروداکتامون دقیقاً همین جوری پشتش استمپ خورده made in USA. بله. و شما هیچ کمپانی نمیاد اجازه نداره که این، نگاه کنین lot number داره روش، expiration date داره روش، ماه و سال باطل شدنش. و هیچ کمپانی اجازه ندارن اینو پرینت بکنن unless توی لابراتوار FDA اپروف شده. بل. یعنی اگه شما
بگین به چینم چاپ بکنن، هیچ وقت نمیتونین وارد کنین اینجا. بل. اجازه نمیدن، تو پورت نگرش میدن. خلاصه با خیال راحت بدونین که این دلیلی که ماها در مورد این موضوع خود بیشتر صحبت کردیم امروز به خاطر اینکه موضوع خیلی مهمیه که همه بدونن. و اگر شما سرتیفیکیت FDM میخواین، هر کمپانی اگر جدن با FDA اپروف شده سرتیفیکیتش هم دارن و شما رایتتونه که بپرسین از اون کمپانی، حقشونه که سرتیفیکیت FDA نشون بدین. خب سیمین جون، بریم ماسک برگردیم دیگه. برگردیم به ماسک اینجا و استپ بعدی رو بهتون نشون بدم. این ماسکه الان تقریبا واس شده و الان بهتون نشون میدیم این سیروم خاویار که در موردش توضیح کوچیک کردم. الان نشون میده ما 3 قطره از این سیروم خاویار میخوام بریزم توی این بوله که من خودم شخصا آب ولرم رو استفاده کردم. فرق نمیکنه، سردم میتونه باشه ولی آب ولرم یه جورایی بهتره برای صورت. سو 3 قطره از این بریزین توی بول آب ولرم و این ماسک. و این ماسک میبینین الان داره واز میشه و دقیقا مثل حالت، البته شما این بعد از اینکه سیروم خاویار رو ریختین و تو یه چند دقیقه بذارین باشه. من دارم همه چی رو حالت تون نشون میدم. نگاه میکنین این مثل صورت در میاد. این صورت خودمون. جالب، من فکر کردم آب نبات. ببین آب نبات به چه صورتی در آوردی فکرونه. و میدونیم ما ها همیشه کرم و سیروم و اینا استفاده میکنیم رو صورتمون، خب خیلی عالیه، ولی وقتی که شما جدن میخواین یعنی یه چیزی به منافذ پوستتون وارد بشه و خوب بمونه تا اون حدی که بتونه بکشه به خوردش، ماسک استفاده میکنین. حالا بعد از اینکه یه 10 دقیقه یه رو این سیروم و خاویار رو مخلوط کردین با این ماسک، ماسک رو بذارین رو صورتتون. باید صورتمون رو بشوریم؟ صورت تمیز حتما. رو صورت تمیز، میکاپ نباید باشه؟ نه اصلا. صورتتون رو کلنز بکنین، تمیز بکنین. معمولا رکومند میکنم اینو آخر شب مثلا قبل از اینکه بخواید بخوابین، اون موقع دیگه صورتتون رو کلنز کردین، تمیز کردین، ولی هیچی دیگه نذارین روش، نه مرطوب کننده، نه سیروم خاویار، هیچی. اینو بزنین این ماسک رو بزنین رو صورتتون و بزنین یه رو بشینه رو صورت. بعد از اینکه گوشین یه رو صورتتون نشست، اینو شما میتونین وردارین و دقیقا همونجا شما این احساس کشیدن رو صورت میفهمین و این خیلی کانسنتریتد تر میشه اینجوری، چون این اصلا رو صورتتون نشسته. بعد وقت باید بشورمش یا نه دیگه بلش دیگه میذارین یه رو میمونه برمیداریم. درست. میخوابیم باهاش. البته هرچی بیشتر شما بتونین بذارین با این بهتره و بعد از مثلا یه رو 20 دقیقه اینا گذاشتین خب خیلی بهتره. بذارین رو صورتتون باشه. این کاری که سیروم خاویار انجام میده، شما دارین اینو ماکسیمایز میکنین به حالت ماسک و بیشتر پنتریت میکنه به منافذ پوستتون. در ضمن وقتی که شما پوستتون رو با آب گرم میشورین، منافذ صورت واز میشه. اون موقع بهترین موقع است که این ماسک رو بذارین رو صورتتون که همه ویتامین خاویار رو، اون حالت کشیدن و صفر کردن که میخواد انجام بده، به خورد منافذ میکشه و بعد از اینکه این رو از رو صورتتون برداشتین دیگه خنک شده. وقتی که آب خنک میخوره به صورت، منافذ صورت بسته میشه. بسیار عالی. خب دوسته عزیز، چقدر من خیلی برام جالب بوده دیگه این ماسکه. بله خیلی دیگه. و شما اینو حالا یه تیپ کوچولو هم بدم، شما وقتی که اینو استفاده کرده این، خب یه بار میتونین مصرف بکنین، تو هر اوردری 3 تا کپسول میاد و شما بعد از اینکه یه بار استفاده کردین، شما این ورش اگه بتونین نگردارین، من یه چیزی نشون بدم، شما میتونین از این زیر چشم ببرین با قیچی. خب و اینو بالاشو دوباره استفاده کنین، تو آب گرم دوباره بریزین، ولی این دفعه برای ژل دور چشم. 2-3 قطره ژل دور چشم بچکنین رو این و این دیگه تیکه بالاش هست. شما اینو میتونید مثل ماسک دور چشم استفاده کنین. اینم از تیپه. خب بسیار عالی، بسیار عالی. خب دوستای عزیز، امیدواریم که همینجوری که پونه جان توضیح دادن راجع به این محصولاتشون، شما هم لذت برده باشین و یاد بگیرین. حتما به پونه عزیز زنگ بزنین، از بسیار حتما به وبسایتشون برین و وبسایتشون رو چک کنین. وبسایتشون بسیار قشنگه. همیشه هم برای شما یه
کوپان ها و یه دیسکانت هایی دارن. بله، به خصوص برای بیننده تایم تیوی. بله بله، بسیار عالی. خب ما خیلی خوشحالیم که حداقل ایشون انقدر به ما لطف داره که به خاطر تلویزیون به شما تخفیف هم میدن. حتما. خب پونه جان دیگه چیزی هست بگیم یا این اگه وقت باشه یه پرادکت دیگه، اگه وقت نباشه فقط بگم که میتونن فیسبوک و اینستاگراممون رو نگاه بکنن، چون فقط برای تایم تیوی ویورز ما های پروموشن خیلی خوب. به به، بسیار عالی. خب دوستای عزیز، همچون که میدونین کم کم هم داریم دیگه نزدیک میشیم به هالیدی، به تنکسگیوین و به کریسمس و موقعیه که همه باید کادو بدیم. و آقایون محترم، شما برای خانماتون اینا رو اوردر بدین، چیزای به این شیکی و قشنگی رو اوردر بدین، خیلی هم دوست خواهند داشت. چیزی که میخوام خدمت شما دوستای عزیز بگم، ما تنها تلویزیون ایرانی هستیم که 30% برنامه هامون رو به زبان انگلیسی انجام میدیم، به دلایل بسیار زیاد. نه اینکه فارسی دوست نداریم، خودمون ایرانی هستیم، عاشق ایران و ایرانی و زبان فارسی هم هستیم، ولی ما در امریکا زندگی میکنیم و بچه های ما اینجا به دنیا میان، بچه های ما اینجا روش میکنن و ما میخوایم که یه مخلوطی باشه از انگلیسی و ایرانی که بتونن بیان برنامه های ما رو نگاه کنن، شامل حالشون بشه و حوصله‌شون سر نره. اینا از پونه جون خواهش کردیم که یک برنامه انگلیسی هم بذارن با یکی از کارمندای ما، یه برنامه انگلیسی هم میذارن، شما حتما برنامه انگلیسیشون رو نگاه کنین، بهشون زنگ بزنین، نظر بدین، به ما زنگ بزنین، راجع به برنامه ها نظر بدین، که اگر شما نباشین تلویزیونی تو کار نیست، اگه شما نظر ندیم ما نمیتونیم برنامه هامونو درستش بکنیم. و من همیشه میگم که این انگلیس ها رفتار نکنیم با ما، آمریکایی با ما باشه. میدونی چه انگلیس ها که ای به طرف رو نمیگن، که میگن بذار نه، ولی انگلیسی رفتار نکنیم، آمریکایی ما آمریکایی ها رو خیلی بیشتر دوست. ولی خیلی خوشحالم که شما دارین اینو میگین، چون سیمین جان من 3 سالم بود از ایران اومدم و البته هنوزم دارم پرکتیس میکنم رو فارسی، میدونم عالی نیست، ولی دوست دارم فارسی و انگلیسی رو بعضی وقتا با هم دیگه میکس میکنم. و از وقتی که این کارو کردم روی تلویزیون، که الان دیگه امسال یا 10.5 سال که روی تلویزیون هستیم، فینگلیسی صحبت میکنم بعضی وقتا. و چقدر خانوما و مادرها پدرها برای من ایمیل فرستادن که دختر من هر کاری میکنم بیاد بشینه با من برنامه تلویزیون ایرانی قشنگ و نگاه کنه، نمیاد. ولی برنامه شما رو دیدن که دارین فارسی انگلیسی صحبت میکنین، خیلی چیزای مدرن هستش، خوششون میاد، حالا همیشه میاد پله دست من میشینه این برنامه رو نگاه میکنه. خب این خیلی ایده خوبی هستش. بله. خب پس دوستای عزیز، برنامه بعدی خوشحال باشین سیمی تهرانی نیست، یه دختر خوشگل خواهد بود. ما که خیلی دوست داریم پر دست شما بشین. مرسی. به هر حال از شما دوستای عزیز تشکر میکنیم، اپونه عزیز که 2 ساعت رانندگی میکنه توی ترافیک کالیفرنیا که بدتر از تهرانه، و میاد و این برنامه های خوب و آموزنده رو برای شما دوستای عزیز میذاره. تشکر میکنیم، تا برنامه بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم و ما رو پیش پونه رو سفید کنین، پروداکتاش خوبن. من دارم به شما میگم، ببینید یه شبه معجزه نمیشه ولی خوب هستن، ما شرمنده شما نخواهیم شد. مطمئنن که شما زنگ میزنین و میگین که چقدر راضی خواهیم بود از این پروداکت. خب تا برنامه بعدی شما دوستای عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم. پونه جان مرسی، تشکر، قربونت، تانکیو.